سلام وقتتون بخیر فرمان عزیزی هستم مدرس زبان در خدمتتون هستم با تدریس کل کتاب لغات کاربردی سطح مقدماتی برای دیدن آموزش همه قسمت این کتاب میتونید به قسمت لیست پخش کانال برید و همه آموزش ای های این کتاب رو به صورت رایگان تماشا کنید خب بریم به بررسی درس امروز رو پردازیم فقط قبل از شروع درس اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید سوالات و نظرات خودتون رو هم در قسمت کامنت بنویسید رسیدیم به درس سوم تو این درس میخوایم درباره یه لغات مربوط به بدن صحبت کنیم خب اول بریم لغات مربوط به سر و صورت رو یاد بگیریم هد یعنی سر فیس یعنی صورت هد یعنی سر فیس یعنی صورت البته فیس علاوه بر اینکه معنی صورت میده معنی مواجه شدن هم میده خب اولین کلمه که میخوایم یاد بگیریم هر هست هر یعنی مو بعد من تکرار کنید hair hair ببینید این که میگم بعد من این کلمه رو تکرار کنید حتما این کار رو انجام بدید مثلا خودش واسه یادگیری کلمه کمکتون میکنه forehead forehead یعنی پیشانی تکرار کنید forehead forehead خب ابرو میشه eyebrow بعد من تکرارش کنید آیبراو چش میشه آی آی گوش میشه ایر ایر گونه میشه چیک چیک بینی میشه نوز سیبیل میشه ماستش ماستش ریش میشه بیرد beard دندان ها میشه teeth ببینید tooth یعنی یک دندان حالا جمع tooth میشه teeth یعنی دندان ها این tooth به معنای دندان یک اسم بیقاعده هست یعنی برای اینکه اونو به جمع تبدیل کنیم از قاعده خاصی پیروی نمیکنه. کنه یه اسم بیقاعده tooth یعنی دندان teeth میشه دندان ها لب میشه لپ لپ چانه میشه چن چن دهانم میشه ماوس ماوس گردنم میشه نک نک hair eyebrow ear nose beard lip mouth forehead eye cheek mustache teeth chin neck hair, eyebrow, ear, nose, beard, lip, mouth, forehead, eye, cheek, mustache, teeth, chin, neck. Hair, eyebrow, ear, nose, beard, lip, mouth, حالا سراغ دقات به دست ببینید این قسمت رو بهش میگیم آرم آرم یعنی دست وقتی که میگیم آرم منظورم این قسمته از شونه تا مچ دست رو میگیم آرم شانه به انگلیسی میشه شولدر شولدر این کلماتی که میگم رو بعد من تکرار کنید شولدر جلو بازو میشه بایسپ بایسپ اونایی که بعد انسازی کار میکنن این کلمه رو بلد باشن بایسپ میشه جلو بازو حالا پشت بازو چی میشه؟ پشت میشه ترایسپس ترایسپس تکرار کنید بایسپ ترایسپس آرنج میشه البو البو ساعد میشه فور آرم فور آرم رست میشه مچ دست رست رست خب به این قسمت میگیم هند از مچ دست تا ها رو میگیم هند یعنی دست انگشت شصت میشه ثمب تمب بیش خونده نمیشه انگش میشه فینگر فینگر ناخون میشه نیل نیل شلدر بایسپ رست ثمب فینگر نیل Triceps, elbow, forearm, hand. Shoulder, bicep, wrist, thumb, finger, nail, triceps, elbow, forearm, hand. Shoulder, bicep, wrist, thumb, finger, nail, triceps, elbow, forearm, hand. Aluminso <laughs> Mabutpe paw Leg Yani Pa. این قسمت رو بهش میگیم لگ ران پا میشه سای سای تکرار کنید سای زانو میشه نی نی این قسمت از پا رو بهش میگن کف کف اون الش خونده نمیشه ساق پا رو بهش میگن شن مچ پا رو میگن انکل انکل تکرار کنی انکل پاشنه پا رو میگن هیل هیل این قسمت رو بهش میگن فوت از مچ پا تا انگوشه پا رو بهش میگن فوت جمع فوت میشه فیت یعنی پاها فوت یعنی یک پا فیت یعنی پاها تو Panjepo toe, toe, thigh, knee, shin, foot, toe, calf, ankle, heel, thigh, knee, shin, foot, toe, calf, ankle, heel, thigh, knee, shin, foot, toe, calf, ankle, heel, thigh, knee. Shin, foot, toe, calf, ankle, heel. Thigh, knee. شن، فوت، تو، کف، انکل، هیل حالا به این لغات مربوط تو بقیه بدن Rest of the body یعنی بقیه بدن سینه میشه چست سینه یا قطعه سینه میشه چست پهلو میشه ساید ساید شکم میشه ستامک ستامک ناف میشه نیول نیول کمر میشه بک این قسمت رو میگیم بک اون قسمت باریک کمر رو میگیم ویست ویست این قسمت رو هم بهش میگیم هپ این دوتا کلمه رو دقت کنید ببینید به این قسمت باریک کمر میگیم ویست hip chest side navel stomach back waist hip chest side, navel, stomach back waist, hip chest side navel, stomach back waist, hip chest side, navel stomach, back, waist, hip. خب به این سراغ دقات مربوط به داخل بدن. Inside the body یعنی داخل بدن. Inside یعنی داخل. مغز میشه brain. Brain. این کلمه رو با mind اشتباه نگیرید. Mind یعنی ذهن. Brain یعنی مغز. قلب میشه heart. ببینید این کلمه رو اشتباه تلفظ نکنید ا تلفظ درستش اینه هارت خونم به انگلیسی میشه بلاد بلاد ببین بلود اشتباهه تلفظ درستش اینه بلاد نگید بلود بلاد درسته حالا یه چندتا نکته هم کتابتون تو این درس گفته ببینید وقتی که میخواید درباره اعضای بدنتون صحبت کنید از صفات ملکی استفاده کنید اگه صفات ملکی رو نمیدونید چیه من لینک تدریس صفات ملکی رو بالا بالا دووردم میتونید روی اون کلیک کنی و صفات ملکی رو مشاهده کنی گرامر مربوط به صفات ملکی رو مشاهده کنی وقتی که میخوایی راجع به اعضای بدن صحبت کنی بهتری که از صفات ملکی استفاده کنی مثلا میخوام بگم که من دارم موهامو میشورم اینجوری میگم میگم I'm washing my hair دقیق داشته باشید این کلمه مفرده و وقتی که به عنوان فاعل جمله باشه فعلی هم که بعدش میاد باید مفرد باشه پس میخوام بگم موهات زیباه میگم your hair is beautiful اینجا هر یه اسم مفرده فعلی هم که بعدش میاد باید مفرد باشه یا مثلا میخوام بگم موهای من خیلی بلنده میگم my hair is very long نمیگم my hair آr vری خوب از مطالب مربوط به درس سوم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه با آرزوی موفقیت برای همه شما یا عزیز